امروز میخوام از همه چیز ماه سر در بیاریم. میخوام ببینیم از کجا اومده و چطور حرکت میکنه. چرا فازهای مختلفی داره؟ یا بعضی وقتا کوچیک و بزرگ میشه و رنگش تغییر میکنه. نقاط تیره و روشن روی سطحش، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، جزر و مد. اگه دوست دارید همه اینا رو ساده و کامل یاد بگیرید و کنارش هم اطلاعات جالبی در موردشون بدونید که کمتر ازشون صحبت شده، این چند دقیقه رو با من باشید. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. سازنده انواع سنسورهای پیشرفته که توی پروژه‌های زیادی استفاده میشن. از ساعت‌های هوشمند گرفته تا اندام‌های مصنوعی، ابزار پزشکی، کاوشگرای فضایی، کشاورزی، روباتیک، همه جا ردپای سنسورهای فیوتک دیده میشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. بین یونانی ها به عنوان آرتمیس شناخته می شد که بعداً معروف شد به سلنه، خواهر هلیوس، خدای خورشید. رومی ها بهش می گفتن لونا، الهه ماه. بین مردم مصر هم معروف بود به خانسو. اما از اونجایی که سیارات دیگه هم ماه دارن، ماه زمین تو متنای علمی با اسم لاتین لونا شناخته می شه. با اینکه منبع الهام خیلی از شاعران و نویسنده‌ها بوده، ولی بعضی وقتا هم ربطش می‌دادن به اتفاقات فراطبیعی. مثلا از موجوداتی می‌گفتن که توی ماه کامل تبدیل میشن به گرگینه، یا معتقد بودن ماه کامل باعث میشه آدما دچار جنون موقت بشن. همین کلمه لونتیک به معنی دیوانه از اسم لاتین ماه لونا گرفته شده. از هزاران سال پیش ایده پرطرفدار این بود که خورشید و ماه و تمام ستاره ها روی گنبد آسمون قرار گرفتن و دور زمین میچرخن و اینکه ماه نور خورشید رو بازتاب میکنه و یک کره کاملا صافه. اما وقتی گالیله تلسکوپ ساده خودش رو به سمت این جرم درخشان گرفت، دید برخلاف چیزی که گفته میشه پر از پستی و بلندیه، پر از کوه ها و دره ها. این نقاشی‌های خود گالیله از ماه که تو کتاب معروفش پیام‌آور ستارگان سال 1610 چاپ کرد. البته گفته میشه ستاره‌شناس انگلیسی توماس هریوت یه سال قبل از گالیله ماه رو با تلسکوپ خودش دیده بود و این طرح‌های ساده رو کشیده بود. ولی خب گالیله زودتر کارش رو منتشر کرد. مشاهده صاف نبودن ماه باورهای چند هزار ساله رو فرو ریخت که دومینووار تا همین امروز ادامه داشته. تا حدود 350 سال بعد تنها راهی که برای بررسی ماه داشتیم همین بود که از روی زمین با تلسکوپ رصدش کنیم. اما بعد از جنگ جهانی دوم پرتابه هایی ساختیم که تونستن از دام گرانش زمین فرار کنن و وارد فضای بیرونی بشن. اینجا بود که ماه به عنوان نزدیکترین جرم فضایی خیلی مورد توجه قرار گرفت. سال 1958 آمریکا اولین کاوشگر ماه رو شلیک کرد. پایونیر صفر قرار بود دور ماه بچرخه و اطلاعات جمع‌آوری کنه. اما فقط 15 کیلومتر از سطح زمین دور شده بود که موشکش منفجر شد و به مقصد نرسید. بعدش اتحاد جمهوری‌های شوروی وارد شد با سری مأموریت‌های لونا. سال 1959 بعد از چند تا شکست شوروی تونست با مأموریت لونا 2 اولین جسم ساخته دست انسان رو روی سطح ماه فرود بیاره. 5 سال بعد هم آمریکایی‌ها با مأموریت رنجر 7 موفق به انجام این کار شدن. این فضاپیماها اطلاعات دست اولی به ما دادن در مورد میدان مغناطیسی ماه، جنس خاکش، اتمسفرش، دمای سطحش. اولین موجودات زنده‌ای که به مدار ماه سفر کردند، دو تا لاک‌پشت بودند که سال 1968 با مأموریت زوند 5 شوروی پرتاب شدند. بعد از اینکه لاک‌پشت‌ها به سلامت برگشتن به زمین، آزمایشاتی روشون انجام شد برای فهمیدن تأثیر سفرهای فضایی روی ارگانیسم‌های زنده. اما یک سال بعد، یعنی 1969، آمریکایی‌ها اولین انسان زنده رو روی سطح ماه پیاده کردن و این مسابقه نفسگیر رو برنده شدن. مأموریت‌های آپولو از 1969 تا 1972 روی هم رفته 12 نفر رو روی سطح ماه فرود آورد. اینا تونستن همونجا آزمایش‌هایی انجام بدن و ابزارهایی نصب کنن، به اضافه اینکه حدود 380 کیلو از سنگ‌های ماه رو با خودشون آوردن به زمین برای آزمایش. در مورد اینکه سفر به ماه واقعیت بوده یا دروغ، باید توی یه ویدیوی جداگانه صحبت کنم. سوالای زیادی در موردش هست، مثل اینکه چرا پرچم آمریکا تکون میخوره، یا چرا هیچ ستاره‌ای تو آسمون نیست، یا بقیه پرسشایی که طرفدارای تئوری توطئه مطرح میکنن، که سعی میکنم تو اون ویدیو دلیل علمی همشون رو توضیح بدم.
خب حالا این ماه درخشان ما اصلا از کجا سر و کلش پیدا شد؟ ایده های زیادی ارائه کردن. مثلا یکیش این بوده که چرخش شدید زمین اولیه باعث شده یه بخشی ازش جدا بشه و کم کم تبدیل بشه به ماه فعلی. یه ایده دیگه اینه که ماه در واقع توی یه نقطه دیگه ای از سامانه خورشیدی تشکیل شده ولی به دلایلی تغییر مسیر داده و به زمین نزدیک شده و تو گرانشش گیر افتاده. فرضیه دیگه ای هم هست که میگه ماه و زمین هر دوشون همزمان از دیسک گاز و غباری که دور خورشید میچرخیده ساخته شدن. اما از دهه 1940 ایده‌ای مطرح شد که نسبت به بقیه شواهد محکم‌تری داره. حرفش اینه که حدود 100 میلیون سال بعد از تشکیل سامانه خورشیدی، سیاره‌ای به اندازه مریخ به نام تیا به زمین برخورد کرده و حجم زیادی از گاز و غبار سوزان رو به فضا پاشیده. یه قسمتیش دوباره جذب زمین شده ولی بقیهش اونقدر انرژی داشته که به جای جذب شدن شروع به چرخیدن دور زمین کرده و در نهایت باعث ایجاد ماه شده. این یه شبیه‌سازی کامپیوتریه که سال 2022 انجام شد و نشون داد این فرضیه میتونه درست باشه. مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که انواع حرکت‌های ماه رو بشناسیم، چون همین کار ساده جواب خیلی از سوالای ما رو میده. فاصله ماه تا زمین حدود 384 هزار کیلومتره، یعنی 30 تا سیاره اندازه زمین بینشون جا میشه. روی مدار بیضوی دور زمین میچرخه که خیلی نزدیک به دایره است. هر جرمی که دور یه جرم دیگه میچرخه دو نوع حرکت اصلی داره. یکیش چرخش به دور خودشه که بهش میگن اسپین، یکی هم چرخش به دور اون یکی جرم که بهش میگن اوربیت. اگه سرعت این دو نوع چرخش با هم برابر باشه، همیشه فقط یک طرفش به سمت جسم مرکزی قرار میگیره که به این حالت میگن قفل گرانشی. ماه و زمین هم دقیقاً به همدیگه قفل گرانشی شدن. برای همینه که ما همیشه فقط یک طرف ماه رو میبینیم که بهش میگن سمت نزدیک. سال 1959 ماموریت لوناسه تصویری از سمت دور ماه یا در واقع پشتش به ما نشون داد. این برای اولین بار بود که انسان تونست نیمه پنهان ماه رو ببینه. اما چرا ماه فازهای مختلفی داره؟ با یه آزمایش ساده میتونید دلیل این پدیده رو خیلی راحت متوجه بشید. کافیه توی اتاق تاریک یه منبع نور قرار بدید به عنوان خورشید، یه توپم بگیرید دستتون به عنوان ماه، خودتونم نقش زمین رو بازی کنید. یا در واقع آدمایی که دارن از روی زمین به ماه نگاه میکنن. حالا همینطور که دور خودتون میچرخید به قسمت‌های تاریک و روشن روی توپ دقت کنید. همون فازهای ماه واقعی رو میتونید روی این توپ هم ببینید. ولی اینجا یه نکته خیلی مهم پیش میاد. میدونیم که خورشید گرفتگی زمانی اتفاق میفته که ماه بین زمین و خورشید قرار میگیره، سایش میفته رو زمین، برای همین آدما دیگه نمیتونن خورشید رو ببینن. اگه خورشید و زمین و ماه همیشه روی یه صفحه باشن، باید هر ماه یه دونه خورشید گرفتگی کامل داشته باشیم. چون ماه یه بار ماه بین زمین و خورشید قرار میگیره. در حالی که این پدیده خیلی کمیابتر از این حرف هاست. دلیلش اینه که صفحه مدار ماه حدود 5 درجه نسبت به صفحه مدار زمین کج شده. این کجی ثابت نیست، نوسان داره. تقریبا هر 18 سال یه بار یه نوسان کامل انجام میده. بیشتر وقتایی که ماه بین زمین و خورشید قرار میگیره، یه مقدار بالاتر یا پایین‌تره. برای همین نمیتونه جلوی خورشید رو بگیره. با این حال چون تو این وضعیت نور خورشید فقط داره به سمت دور ماه میتابه، سمت نزدیکش برای ما کاملا تاریکه که بهش میگن حالت پوشیده یا محاق. این خودش یه دلیل ساده است برای اینکه ماه هیچ نوری از خودش نداره و فقط نور خورشید رو بازتاب میکنه. اما هر چند سال یه بار به خاطر نوسان صفحه مدار ماه دقیقا وسط قرار میگیره و خورشید گرفتگی اتفاق میفته. در مورد ماه گرفتگی هم دقیقا همینطوره. اگه این کجی وجود نداشت، باید ماهی یه بار وقتی که زمین بین خورشید و ماه قرار میگرفت، یه ماه گرفتگی میدیدیم. در حالی که تقریباً 6 ماه یه بار اتفاق می افته.
در واقع این کج بودن باعث میشه بیشتر وقتا نور خورشید از بالا یا پایین زمین رد بشه و سمت نزدیک ماه رو کاملا روشن کنه که بهش میگن ماه کامل یا بدر. ولی خب بعضی وقتا هم باز به همون دلیل نوسان صفحه ماه، زمین دقیقا بین این دوتا قرار میگیره و ماه گرفتگی پیش میاد. از اونجایی که سایه زمین خیلی بزرگتره نسبت به سایه ماه، تعداد ماه گرفتگی ها از خورشید گرفتگی ها بیشتره. حالا یه سوال، چرا ماه گرفتگی رو به رنگ قرمز میبینیم؟ اگه تو سایه زمین قرار گرفته چرا کاملا سیاه نیست؟ مقصر اتمسفر زمینه. وقتی نور خورشید از اتمسفر رد میشه، طول موج‌های کوتاه‌ترش که تو محدوده آبی قرار میگیرن، با برخورد به مولکول‌های هوا بیشتر پراکنده میشن. در حالی که طول موج‌های بلندتر مثل زرد و نارنجی و قرمز بهتر میتونن از بین مولکول‌ها عبور کنن. پس نوری که از اتمسفر زمین رد میشه مایل به قرمز میشه و با یه مقدار انحراف به سطح ماه برخورد میکنه. این میشه که ماه گرفتگی رو قرمز میبینیم. برگردیم به فازهای ماه. یه روز بعد از حالت پوشیده، باریکترین هلال ماه دیده میشه که بهش میگن ماه نو. این هلال هر روز رشد میکنه و تبدیل به ماه کامل میشه، بعدش دوباره از اون طرف میرسه به وضعیت پوشیده. اینجا یه نکته جالب داره. مدت واقعی چرخش ماه به دور زمین 27.3 روزه. ولی مدت زمانی که طول میکشه تا برای آدما فازهای ماه یه سیکل کامل رو طی بکنن 29.5 روزه. یعنی مثلا از ماه نو به ماه نو بعدی اینقدر طول میکشه. دلیل این اختلاف چرخش زمین و ماه به دور خورشیده که باعث میشه زاویه تابش نور خورشید یه مقدار تغییر بکنه. بنابراین 2.2 روز دیگه لازمه تا ماه یکم جلوتر بره و تو زاویه مناسبی قرار بگیره که بتونیم دوباره ماه نو رو ببینیم. چیزی که تو تقویم‌های قمری به عنوان یک ماه میشناسیم همین سیکل فاز هاست، نه مقدار چرخش واقعی کره ماه. یه موضوع دیگه هم اینه که چرا ماه هم مثل خورشید طلوع و غروب داره؟ دلیلش خیلی ساده است. گردش زمین به دور خودش یه روز طول میکشه، گردش ماه به دور زمین 27 روز. پس هر نقطه مشخصی از سطح زمین در طول شبانه روز یه بار میره به سمت ماه و ازش دور میشه که این همون طلوع و غروب ماهه. جالب اینجاست که اگه از روی ماه به زمین نگاه کنیم هیچ وقت طلوع یا غروب نمیکنه، چون همیشه یک طرف ماه به سمت زمینه. همینجا بد نیست در مورد یکی از سوالایی که طرفدارای زمین تخت مطرح میکنن توضیح بدم. با انجام همون آزمایش ساده خیلی راحت متوجه میشیم دیده شدن ماه در طول روز کاملا طبیعیه. اما سوال تختگیره ها اینه که چرا در طول روز میتونیم ماه کامل هم ببینیم؟ خب توضیح دادم که ماه کامل وقتی ایجاد میشه که خورشید و زمین و ماه توی راستا قرار میگیرن، ولی به خاطر کج بودن صفحه مدار ماه نور خورشید از بالا یا پایین زمین رد میشه و کاملا روشنش میکنه. از اونجایی که هر سهشون توی راستا هستن، به هیچ وجه امکانش نیست که خورشید و ماه کامل رو همزمان تو آسمون ببینیم. چون همینطور که زمین میچرخه، تو اون نقاطی که دارن از روشنایی وارد تاریکی میشن، خورشید غروب میکنه و بلافاصله ماه کامل از اون سمت آسمون میاد بالا. ولی یکی دو روز قبل یا بعد از ماه کامل اتفاق جالبی میفته. مثلا اینجا یه روز باقی مونده تا ماه کامل بشه. افرادی که تو مرز بین تاریکی و روشنایی قرار گرفتن میتونن چند دقیقه قبل از اینکه خورشید غروب کنه ماه تقریبا کامل هم اون طرف آسمون ببینن. پس اینجا هم حرف تختگیره ها 100% اشتباهه، چون چیزی که تو این اتفاق دیده میشه اصلا ماه کامل نیست. مورد بعدی جزر و مده که هممون باهاش آشناییم. میدونیم گرانش ماه باعث میشه سطح آب اقیانوس‌ها روی زمین بالا و پایین بره. اما جزر و مد هم از چیزی که فکر میکنید پیچیده تره. اول باید چرخش ماه به دور زمین رو یه مقدار کامل تر کنم. تو هر سیستم دوتایی یه مرکز جرم داریم که هر دوشون دور اون نقطه میچرخن. اگه جرمشون برابر باشه این نقطه دقیقا وسطشون قرار میگیره، وگرنه به جرم سنگین نزدیک تره.
مرکز جرم ماه و زمین تقریباً 1800 کیلومتر زیر سطح زمین قرار گرفته و هر دوشون دور این نقطه میچرخن. تو رانندگی موقع دور زدن به نظر میاد یه نیروی ما رو به سمت خارج از پیچ هول میده. اینو میتونیم به عنوان یه نیروی مجازی در نظر بگیریم که معروف به گریز از مرکز. گریز از مرکزی که به سمت دور زمین وارد میشه، اندازه و جهتش تو همه نقاط یکسانه. به اون سمت زمینم از طرف ماه نیروی گرانش وارد میشه. ولی خب این یکی دیگه تو همه نقاط یکسان نیست. تو سمت نزدیک زمین مقدار این گرانش یه کوچولو بیشتره، چون فاصله یه کمتری با ماه داره. حالا کافیه برایند یا جمع این دوتا نیرو رو تو نقاط مختلف زمین پیدا کنیم که نتیجهش میشه این فلش‌های زرد. اگه نیروها رو کامل‌تر رسم کنیم یه همچین چیزی به دست میاد. توی این دو سمت برایند نیروها باعث میشه سطح آب اقیانوس‌ها پایین بیاد که ما بهش میگیم جزر. تو این دو نقطه هم سطح آب رو بالا میبره که بهش میگیم مد. حالا اگه چرخش زمین به دور خودش هم اضافه بکنیم، میبینیم هر قسمتی از زمین در طول شبانه روز 4 بار نیروهای جزر و مدی رو تجربه میکنه. خورشید هم دقیقا همین کار رو انجام میده، ولی خب به خاطر فاصله خیلی دورش تأثیرش از ماه کمتره. در واقع مجموع جزرومت‌های ماه و خورشید یه رفتار خیلی پیچیده تولید میکنه که باعث میشه مقدارش تو بعضی از فصلهای سال کمتر یا بیشتر از حالت نرمال باشه. اثرات جزرومتی فقط مربوط به دریاها نیست، روی خشکی هم اتفاق میفته. ولی چون خشکی‌ها انعطاف‌پذیری کمتری دارن، حداکثر یه چیزی حدود 30 سانتی‌متر بالا پایین میشن، در حالی که جزرومد اقیانوس‌ها میتونه از چند سانتی‌متر باشه تا چند متر، حتی تو بعضی مناطق به 10 متر هم میرسه. این رابطه دو طرف است، یعنی زمین هم باعث جزرومد روی سطح ماه میشه، هرچند مقدارش فقط حدود 10-15 سانتی‌متره. لرزه سنج‌هایی که فضانوردهای آپولو روی سطح ماه نصب کردن برای اولین بار نشون داد ماه لرزه‌هایی وجود داره که دلیلش همین کشش‌های جزرومدی زمینه. جزرومد یه اثر مهم دیگه هم داره. زمین زیر این دوتا برآمدگی میچرخه. بنابراین یه استکاکی بین آب اقیانوس‌ها و پوسته زمین تولید میشه که سرعت چرخش زمین به دور خودش رو کاهش میده. 4.5 میلیارد سال پیش که زمین تازه متولد شده بود، هر شبانه روزش فقط 10 ساعت بود. الان هم هر یه قرنی که میگذره 1.7 میلی ثانیه به طول شبانه روز اضافه میشه. از طرفی سرعت چرخش ماه به دور زمین هم در حال کاهشه، چون گرانش جزرومدی در برابر چرخش ماه مقاومت ایجاد میکنه. کم شدن سرعتش باعث میشه فاصلش از زمین دائما بیشتر بشه. فضانوردهای آپولو روی سطح ماه بازتاب کننده هایی نصب کردن که از روی زمین نور لیزر رو بهشون میتابونیم و با محاسبه زمان رفت و برگشت نور میتونیم فاصله زمین تا ماه رو با دقت بالایی به دست بیاریم. این اندازه‌گیری ها نشون میده که ماه سالی 3.8 سانتی‌متر از زمین دور میشه. البته خیلی قبل از اینکه ماه بتونه از اسارت زمین فرار کنه، خورشید تبدیل به قول سرخ میشه و هر دوشون رو میبلعه. یه مورد دیگه مربوط میشه به این نقش و نگارهای عجیب ماه. کلی داستان و افسانه وجود داره که اینا رو شبیه یه موجود خیالی میدیدن. بعضی هم معتقد بودن صورت شخصیت مورد علاقهشون توی ماه دیده میشه. تا یه مدت زیادی مردم فکر میکردن قسمتای روشنتر قاره ها یا خشکی ها هستن. قسمتای تیره تر هم اقیانوسایی روی سطح ماهن به نام ماریا که به لاتین یعنی دریاها. تو فارسی بهشون دریاواره یا مادیان هم گفته میشه. اما واقعیت چیز دیگه ایه. 4.5 میلیارد سال پیش که ماه مذاب در حال سرد شدن بود، اتم‌های سنگین‌تر مثل آهن و نیکل به اعماقش فرو رفتن و یه هسته فلزی تشکیل دادن. ولی اتم‌هایی مثل سیلیکون و آلومینیوم و سدیم و پتاسیم و کلسیم بلورهای فلسپار رو ساختن که به دلیل سبکی بالا رفتن و روی مواد مذاب شناور شدن. رنگ خاکستری ماه بیشتر به خاطر همین فلسپاره. از طرفی زیر این پوسته همچنان مواد مذاب وجود داشت که یه وقتایی از قسمت‌های نازک‌تر بیرون می‌زد و بعضی از گودال‌ها رو پر می‌کرد. پس این قسمت‌های تیره رنگ که قدیمی‌ها فکر می‌کردن دریاست، در واقع بازالت مذاب آتشفشانی بوده که دشت‌ها و گودال‌های سطح ماه رو پر کرده.
البته الان دیگه میلیون ها ساله که این آتشفشان ها خاموش شدن و فعالیتی ندارن. چیزی که باعث شد حقیقت مناطق تیره و روشن ماه رو بفهمیم، یکی ماموریت هایی مثل آپولو بود که نشون داد جنس سنگ های این دو ناحیه با هم فرق داره، یکی هم تعداد برخورد ها بود. بمباران دائمی پوسته ماه توسط سیارک‌ها و شهاب‌سنگا گودال‌های کوچیک و بزرگی ایجاد کرده که بهشون میگن دهانه‌های برخوردی. تعداد این دهانه‌ها تو مناطق تیره کمتر بود، بنابراین نسبت به مناطق روشن جوان‌تر بودن. زمانی که دو طرف ماه رو با هم مقایسه می‌کنیم، واضحه که سمت دورش دریاواره‌های خیلی کمتری داره. یکی از دلایلی که براش مطرح شده اینه که زمین به خاطر اندازه بزرگترش نسبت به ماه دیرتر سرد شده. برای همین سمت دور ماه که گرمای کمتری از زمین دریافت می‌کرده، سریع‌تر سرد شده و پوسته ضخیم‌تری پیدا کرده. پس سمت نزدیکش به خاطر نازکی پوسته آتش‌فشان‌های بیشتری داشته. یکی دیگه از رفتارهای ماه تغییر اندازه و رنگش تو زمانهای مختلفه. چند تا عامل مختلف باعث میشن ماه یه جورایی تو آسمون تلو تلو بخوره. اولی مدار بیزیشه، دومی همون کج بودن صفحه مدارشه، سومی حرکت تقدیمیه، یعنی مثل زمین محور چرخش ماه هم یه مقدار انحراف داره، چهارمی هم موقعیت مکانی شخصیه که داره از روی زمین به ماه نگاه میکنه. نتیجه همشون با هم این میشه که ماه در طول هر چرخه از فازهاش اینجوری تاب میخوره و اندازه ظاهریش کوچیک و بزرگ میشه که به این اتفاق میگن رخگردی. رخگردی باعث میشه به طور نوسانی یه بخشای کوچیکی از پشت ماه هم بتونیم ببینیم. یعنی به جای 50%، 59% از سطح ماه برای ما قابل دیدنه. غیر از این یه اتفاق دیگه هم میفته که مربوط به خود ماه نیست، مال بینایی ماست. حتما توجه کردید که وقتی ماه به افق نزدیکتره بزرگتر میبینیمش. این فقط یه توهم بیناییه که با آزمایش‌های ساده‌ای میشه اثباتش کرد. مثلا میتونید از یه نقطه ثابت دو تا عکس از ماه بگیرید، یکی زمانی که نزدیک افقه، یکی هم وقتی که بالاست. بعدش اندازه ماه رو تو هر دوشون مقایسه کنید. با این حال هنوز به طور کامل نمیدونیم که این خطای دید دقیقاً چطور اتفاق میفته. یکی از دلایلی که ارائه شده اینه که وقتی نزدیک افقه، کنارش کوها و درخت‌ها و ساختمون‌هایی دیده میشه که چشم ما رو فریب میدن و ماه رو بزرگتر میبینیم. تغییر رنگ ماه هم پدیده قشنگیه. هرچی به افق نزدیکتر میشه، رنگش بیشتر میره به سمت زرد و نارنجی و قرمز. چون تو این حالت نورش باید مسافت بیشتری رو داخل اتمسفر طی بکنه. در نتیجه طول موجای کوتاه‌تر پراکنده میشن. به طور کلی رنگ‌های مختلفی که از ماه می‌بینید همش به خاطر تأثیرات اتمسفر زمین روی پرتوهای نوره. همین اتفاق برای خورشید هم می‌افته. موقع غروب نورش میره به سمت نارنجی و قرمز. حالا بقیه ویژگی‌های ماه رو خیلی کوتاه توضیح میدم. میدان مغناطیسیش به شدت ضعیفه. هزاران برابر ضعیف‌تر از زمین. چون هسته مذاب خارجیش اونقدری حرکت نداره که بتونه میدان بزرگی تولید کنه. با این حال نقشه‌ها نشون میده که توی پوستش سنگ‌هایی با خاصیت‌های مغناطیسی مختلف وجود داره. پس احتمالاً جوونی‌هاش میدان مغناطیسی نسبتاً بزرگی داشته. مقدار گرانش ماه 1/6 زمینه. یعنی مثلا کسی که روی زمین 60 کیلوه، اگه بره به ماه وزنش تقریبا میشه 10 کیلو. اختلاف دمای شب و روزش هم خیلی بالاست. شبا 130 درجه زیر صفر، روزا هم 120 درجه بالای صفر. کف بعضی از دهانه‌هایی که توی قطب‌ها قرار گرفتن هیچ‌وقت آفتاب نمی‌بینه که اونجاها دما تا 230 درجه زیر صفر هم پایین میره. اتمسفر ماه اونقدر ناچیزه که عملاً میشه بهش گفت خلأ. گرانش خیلی کم و بادهای خورشیدی باعث شده جرم کل اتمسفرش فقط حدود 25 تن باشه که بیشترش هم از گازهای آرگون و هلیوم و نئون تشکیل شده. نتیجه این اتمسفر رقیق همین تعداد زیاد دهانه‌های برخوردیه، چون نمیتونه مثل زمین خیلی از شهاب‌سنگا رو بسوزونه و از بین ببره. ماه برخلاف زمین صفحات تکتونیکی نداره. روی سنگ بسترش یه لایه از رگولیت یا سنگ پوش قرار گرفته
رگولیت در واقع سنگریزه ها و غبار نرمیه که بر اثر برخورد های خیلی زیاد ایجاد شدن. بمباران شهاب سنگا در طول 4 میلیارد سال عامل ایجاد این پودر نرم بوده. ضخامت این لایه تو قسمت‌های تیره یا دریاواره‌ها فقط حدود 5 متره، اما تو مناطق روشن‌تر به 10 متر هم میرسه. طبق گفته فضانوردای آپولو این غبار به شدت لباساشون رو آلوده می‌کرد و بویی شبیه باروت سوخته داشت که اسمشو گذاشته بودن عطر ماه. آخرین چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم آینده ماهه. ماموریت‌های مختلف از جمله کاوشگرای هندی چاندرایان ردپاهایی از آب روی سطح ماه پیدا کردن، مخصوصا داخل دهانه‌های قطبی که همیشه سایه است. اگه انسان واقعا تصمیم بگیره ماه رو به یه سرزمین استعماری تبدیل کنه، استفاده از این منابع کمک خیلی بزرگیه نسبت به اینکه بخوایم از زمین آب ببریم. سال 1967 یه توافقنامه بین المللی ایجاد شد به نام پیمان فضای بیرونی که ماه و بقیه اجرام فضایی رو متعلق به تمام انسان ها میدونه. هیچ کشوری نمیتونه ادعای مالکیتشون رو داشته باشه. یکی از ایده های جالبی که مطرح شده استفاده از دهانه های ماه به عنوان تلسکوپ های رادیویی غول‌پیکره. از یه طرف فاصله کمی از زمین داره، از طرفی هم اتمسفری نداره که بخواد پرتوهای الکترومغناطیسی رو ضعیف کنه. دهانه‌های نزدیک به قطب‌ها گزینه‌های مناسبی‌اند. قطر آینه تلسکوپ جیمز وب فقط 6.5 متره. حالا تصور کنید یه دهانه ماه با قطر 100 متر که با صفحات آینه‌ای پوشیده شده، چه تصویر شگفت‌انگیزی از دنیا میتونه به ما بده؟ بعد از تمام این حرفا یه سوال جالب پیش میاد. اگه 4.5 میلیارد سال پیش اون برخورد عجیب اتفاق نمی‌افتاد، آیا الان ما اینجا نبودیم؟ چون واضحه که بدون ماه زمین امروز یه دنیای کاملاً متفاوت می‌شد. شاید دیگه نمیتونست به این خوبی از تولید موجودات زنده پشتیبانی کنه. چه نیروی اون سیاره رو قل داد به سمت زمین و این فرایند هیجان انگیز رو شروع کرد؟ نیروی خاصی در کار بوده یا همش حاصل اتفاقات تصادفیه؟ شما چی فکر میکنید؟